همکاران عزیز، بینندگان سیمای آزادی، سلام دارم خدمت همه شما که از این ساعت بیننده برنامه ما هستید از استودیو سیمای آزادی در ویلپنت پاریس. میهمان این قسمت از برنامه ما آقای رابرت روسلی هستند. Thank you so much and thank you for being with us. میخواستم اول از همه درباره حمله واقعا جنایتکارانه که اخیراً بود به ساکنان کمپ لیبرتی ازتون سوال کنم که این حمله چه اهدافی رو دنبال میکرد و با چه واکنش هایی از طرف مجامع سیاسی تا کنون مواجه شده؟ اول چیزی که ایران دولت ایران دیده این که دولتش و مردم عادی رو کشتار میکنه And the people of Iran need to ask themselves. مگه میگه باید از خودشون بپرسن چه خودون دولت مردم و بیگناه ها و وارثان و یه تاریخ رو بکشن. آنتوسی، فکر میکنید که شرایطی که رژیم ایران درش قرار گرفته از نحوه برگزاری این انتخاباتی که گذرون و بعد بلافاصله این حمله که صورت گرفت، اینها از چه شرایطی حکایت میکنه که رژیم درش قرار داره که ناچار به این کارها میشه؟ When a dictator chooses the candidates, یه دیکتاتوره، این یه بازیه و که توسط رژیم و آخوندها ایجاد شده. آیا میکنید بعد از این اقدامی که اینا کردن تغییری کنه در سیاست رژیم با حاکم بر ایران و در رابطه با همه تهدیداتی که برای جامعه جهانی چه در رابطه با اتمی و چه بنیادگرایی داره؟ پیام اینه که خلاص رژیم ایران یک شیطان واقعی و مشکل واقعی در تمام دنیا است. That tragically is not going to change. این متاسفانه این faces may change, but the policies are the same. چرا شد فرق کنه؟ ولی سیاست تغییر کنه. ما شاهد این هستیم که برخی کشورهای غربی متاسفانه با وجودی که 30 سال این رژیم رو تجربه کردن باز با این به اصطلاح انتخاباتی که اونا برگزار کردن چشم دوختن به تغییر و تحولاتی. فکر میکنید چرا این سیاست مثل سیاستی که در رابطه با بحران اتمی رژیم هست همه میخوان که این تجربه به چیزی خوبی منجر بشه. ما امیدوار بودم که کار بکنیم، ولی هیچ دلیلی وجود نداره که این پیشتانی به سمت یک بمب اتمی به انتها برسه. هیچ از قول و قرآنی برای پایان دادن به تروریسم در سرسده وجود نداره. این شرایطی که صحبت کردیم درش قرار داریم چه پیامی دارید برای ایرانیانی که خواستار آزادی در ایران هستن؟ در هر مقاومتی باید ببینید کجا هستی و این واقعا سال بسیار شروع من بوده.
to be at odds with the... معلوم نیست که چرا مارتین کوپلر در تخصیل و مقابله با لیبرتی بوده ولی به هر اون رفته موضوع تروریستی نیز بوده اونم تمام شده of governments throughout the Western world and Latin America and Africa there's a coming together, there's a unity which we've never seen مردمان مختلف از جهان سراسر دنیا آمدن شرکت کردن و هر سال هم بیشتر از هر زمان دیگر شرکت میبرن how strong the morals seem حالا اینکه چقدر always strongest just before they fall دیکتاتوری همیشه در لحظات سر نگونیشون ظاهرا قدرتمند به نظر میرسن ولی when against South Africa who would have believed Wolesa would win against the Communist Party who believed Kijang in the Philippines or Korea that one morning you wake up and the dictators are gone and you even شما بولا میشید و میبینید دیکتاتور رفته ایران هم یکی از اونها خواهد بود آقای توسعی شما سالهای زیادی هست شخصا سالم که از چه سالی به مقاومت ایران و مجاهدین آشنا شدید و در این سالهای زیادی که از نزدیک در کنار اونها و حامی اونها بودید این جنبش رو چگونه یافتید stronger every year I have never seen قوی‌تر از هر سال از سال بیش هیچ مقاومت رو پیدا نکردم که اینقدر به کشور خودش عشق داشته باشه من هیچ شکی ندارم که این مقاومت سرکوب و فقر به پایان بود حالا اینکه این چیزی که من مطمئنم موفقیت این در حال ازتون خواهش کنم از اینجایی که مجاهدین در لیبرتی اشرف بیننده این برنامه هستند اگر پیام دارید خطاب به خودشون مستقیم بفرمایید But I hope they understand their unique place in history. یه بعد بفهمم که یک موقعیت تاریخی دارن. فقط همیشه یه بعد یاد داشت فقط تعداد اندکی در نوک پیکان قرار دارن و اینا به شما در نوک پیکان هستین و تاریخش موقع شما رو فراموش نخواهد کرد در ست سال آرده خواهم فهمید که اون چند تعداد اندک در علیه بندگرایی و تروریسم ایستادن و برای یک ایران آزاد ایران جنگیدن و شما فراموش نخواهید شد Thank you for having me.